سلام گروه بزرگی از انسان هستند که در مسیر موفقیت کلی توانمندی دارند کلی استعداد دارند کلی مهارت دارند اما یه دونه عامل اصلی که عبارت باش از اعتماد به نفس رو ندارند و به همین خاطر به آنچه که شایستشون هست در زندگی نرسیدن یعنی نه تنها به آنچه که شایستشون هست نرسیدن بلکه به واسطه کمبود اعتماد به نفس دارن اذیت هم میشن من این ویدیو رو اختصاص دادم به پنج قانون شکست ناپذیر اعتماد به نفس و میخوام در خصوص این پنج قانون با شما صحبت کنم امیدوار هستم که تلنگر اساسی هم برای شما به همراه داشته باشه اگر اعتماد به نفس موضوعی است که این روزها دارید بهش فکر میکنید و میخواید اون رو بهبود بدید این ویدیو برای شما آخر همراه باشید وقت بخیر دوستان جان همراهان گرامی امیدوارم حالتون خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا کانال یک پله بالاتر هست من در یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی صحبت میکنم اگر به این موضوعات علاقه من هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید الان فرصت خوبی است دکمه سابسکرایب رو بزنید کناش دکمه زنگوله بزنید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما رو هم باخبر بکنه بریم در ویدیوی امروز ببینیم موضوع از چه قرار هست صحبت می کنیم از پنج قانون شکست ناپذیر اعتماد به نفس یه توضیح بدم دوستان ببینید من الان در این ویدیو در مورد راهکار صحبت نمی کنم در مورد تمرین صحبت نمی کنم در مورد اینکه چه اعتماد به نفسمون رو بهبود بدیم صحبت نمی کنم در باورهای من پنج قانون اساسی اعتماد به نفس وجود داره که من هر وقت احساس میکنم لازم دارم روی اعتماد به نفسم کار بکنم این پنج قانون به کمکم میاد من این ویدیو رو به این پنج قانون اختصاص دادم در آینده در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد اگر هم موضوعی وجود داره در حوزه اعتماد به نفس لطفا در کامنت های همین ویدیو بنویسید و پیشنهاد بدید در مورد اون موضوع هم با همدیگر صحبت بکنیم پنج قانون شکست ناپذیر اعتماد به نفس خب قانون اولمون از چه قرار هست دوستان یک هر وضعیتی از اعتماد به نفس بهبود پذیر هست این بسیار بسیار خبر خوبی است هر وضعیتی از اعتماد به نفس بهبود پذیر است یعنی الانی که من دارم با شما صحبت میکنم مهم نیست شما کجای نمودار اعتماد به نفس هستید شاید اوضاع اعتماد به نفستون فاجعه هست شاید به اندازه اعتماد به نفس ضعیفی دارید که حتی حاضر نیستید از در خونه برید بیرون حتی حاضر نیستید دنبال یه کاری برید حتی حاضر نیستید تحصیلتون رو ادامه بدید نمیدونم در هر وضعیتی از اعتماد به نفس که هستید بهبود پذیر هست این فوق العاده خبر خوبی هست حالا برای اون آدمهایی که اعتماد به نفس بالایی هم دارند باز خبر خوبی هست اونها هم میتونن یک پله بالاتر برن از منظر اعتماد به نفس به شرطی که روش کار بکنیم پس قانون شماره یکمون که به اعتقاد من اگر این رو باور بکنید اگر این قانون رو درونی سازی بکنید نصف بیشتر راه رو رفتید همین هست هر وضعیتی از اعتماد به نفس بهبود پذیر هست پس امروز به جای اینکه کاسه چکنم دستتون بگیرید و بنشینید و هی سرتون بزنید که چرا اعتماد به نفس من پایین هست این قانون رو درونی سازی بکنید و بدونید که میتونید اعتماد به نفستون رو بهبود بدید قانون شماره دو اعتماد به نفس با تمرین بهبود پیدا میکنه میخوام یه مقایسه انجام بدم بین اعتماد به نفس و هنر خوشنویسی یا هنر نقاشی من امروز اگر قلم دستم بگیرم و بزنمش به مرکب و بخوام چیزی بنویسم خیلی خنده دار در میاد چرا؟ چون من تا به امروز در عمرم خوشنویسی کار نکردم مثل خیلی هایی که روی اعتماد به نفسشون کار نکردم اما یه حقیقت وجود داره اگر من شروع کنم به صورت اصولی تمرین انجام بدم خط بنویسم نقطه گذاری بکنم کشیده بکشم و هر روز هم مقایسه بکنم ببینم آیا دارم بهتر میشم یا نه ظرف یک مدتی بسته به استعدادم و بسته به میزان تمرینم حتما من هم میتونم حداقل از وضعیت خندهدار بیام بیرون و یک بالاخره نوشته خوبی بنویسم نمیگم به درجه استادی برسم ها نه چه معتقدم یه آدمی مثل من هم میتواند به درجه استادی برسه این باور هست در من یعنی من عمیقا باور دارم که اگر روی خط تیم کار بکنم حتی میتونم به درجه استادی هم برسم حالا در مورد اعتماد به نفس هم دوستان داستان دقیقا از همین قرار هست شما اگر اعتماد به نفس پایینی دارید کافی هست از همین امروز تمرین شروع بکنید من قبلا یک ویدیو منتشر کردم در خصوص تمرینات عملی بهبود اعتماد بنفس نینکش رو اینجا میذارم برید اون تمرینات رو ببینید اون تمرینات رو عمل بکنید و شک نکنید که روی شما تاثیر مثبت خواهد گذاشت پس قانون شماره دومون این بود بهبود پیدا میکنه بهتر میشه اگر تمرین کنید بهتر و بهتر و بهتر میشه و یه خبری هم بهتون بدم تا ابد تا آخر عمر باید تمرین بکنیم چرا چون از هر وضعیتی از اعتماد به نفس ما میتونیم بهتر بشیم و بالاتر بریم مورد بعدی قانون شماره سه نگاه ما به خودمان مهمتر از نگاه دیگران به ما هست خب یعنی چی؟ ما وقتی که داریم روی اعتماد به نفسمون اصلا فکر میکنیم یعنی به اعتماد به نفسمون داریم فکر میکنیم بیشتر حواسمون میره به این سمت که فلانی الان راجب من چی فکر میکنه راجب لباس من چی فکر میکنه راجب قیافه من چی فکر میکنه من اگر وارد این جلسه بشم در مورد من چی میگن الان پشت سر من چی دارم میگه و همه این موارد نکات بسیار مهم در حوزه اعتماد به نفس هستن اما قانون شماره سه میگه که بابا اونا رو بذار کنار چیزی که تو در مورد خودت فکر میکنی مهمتر از چیزی است که دیگران در مورد تو فکر میکنن مهمتر نها تاثیرگذارتر هست یعنی چی یعنی اینکه اگر شما به واسطه قانون شماره دو شروع بکنید به تمرین کردن روی اعتماد به نفس خودتون و دیدگاه خودتون نسبت به خودتون رو بهینه بکنید آرام آرام اهمیت دیدگاه دیگران در مورد شما کم رنگتر و کم رنگتر میشه و نمودار اعتماد به نفس شما باشی به بسیار بسیار زیادی بالا خواهد رفت پس قانون شماره سه خیلی مهمه که شما خودتون رو چجوری میبینید روی این که خودتون رو چجوری میبینید تمرین بکنید اون موقع است که اثرات مخرب این که دیگران شما رو چطوری میبینند کمتر و کمتر خواهد شد خب قانون شماره چهارمون چی میگه همه انسان ها بذارید اینجا بیام من بله همه انسان ها توانایی ها و ارزش های زیادی دارن قابل توجه اون دوستانی که میگن من من که هیچی ندارم من که هیچی بلد نیستم من که هیچ مهارتی ندارم من اصلا آدم ارزشمندی نیستم این یک قانون هست همه ی انسان ها همه ی انسان ها یک سری مهارت دارن یک سری توانایی دارن یک سری قابلیت دارن و در اون مایه ارزشمندی دارن که میتونن از این لحظه تا آخر اون بشه افتخار بکنن پس چی میشه که ما ضعف اعتماد به نفس پیدا میکنیم؟ چی میشه که ما فکر میکنیم چنین ارزشی نداریم؟ جوابش این هست که ما فقط فکر میکنیم ارزش نداریم ما فکر میکنیم که مهارت اونی هست که دیگران دارند و من ندارم ارزش اونی هست که دیگران دارند و من ندارم و دیگه نمیریم دنبال شکوفا کردن مهارت های خودمون من دوستان به عنوان آدمی دارم در این موضوع با شما صحبت میکنم که سالها درگیرش بودم یک کرسی دارم من روی وبسایت یک بالاتر کورس اعتماد به نفس هست 14 ساعت من در این موضوع صحبت کردم لینکش رو در دیسکریپشن میذارم اونجا من در مورد داستان زندگی مفصل صحبت کردم که از کجا اعتماد به نفسم رو به کجا رسوندم من همیشه فکر میکردم که اون چند نفری که من اونها رو شاخ میشناسم اونها رو بول می میشناسم یه سری مهارت ها دارن که من عمرن اون مهارت ها رو داشته باشم پس تمام هست پس کار من تمام هست بعد آرام آرام اومدم پیدا کردم که بابا یه سری مهارت ها هم من دارم که دیگران ندارن اصلا داستان دیگران داشتن و من نداشتن و دیگران نداشتن و من این نیست داستان این است که من یک سری مهارت های ارزشمند دارم من اگر بتونم روی این مهارت ها سرمایه گذاری درستی بکنم نتایج درست میگیرم علاوه بر اون من یک موجود ارزشمند به دنیا آمدم من در اون ارزشمندی دارم و کافی هست توجه و تمرکزم رو بیارم روی این نکته اینم بگم و دوستان خیلی از کارها در این جهان هست که من بلد نیستم خیلی از اقدامات رو کردم و شکست خوردم خیلی جاها تلاش کردم نتیجه نگرفتم خیلی جاها رفتم به در بسته خوردم مهم این است که من اونجا تمرکز نکنم در عوض روی مهارت ها های و ارزش های بسیار زیادی که دارم توجه بکنم همه ی انسان ها این ارزش ها رو دارن اگر در خیابون دارید راه میبینید و یک آدمی رو میبینید که کثیف علیل ضعیف ناتوان کنج خیابون افتاده و داره گدایی میکنه اون آدم هم ارزش ها و مهارت های زیادی داره ولی قبول نداره این قانون اصلا این قانون رو نمیدونه در نتیجه دنبال اون ارزش ها و مهارت هاش هم نمیره قانون شماره پنج مثبت اندیشی کلید ماندن در اعتماد منسز. این داستان مثبت اندیشی داستان مفصلی هست من تصمیم دارم در یک ویدیوی نظرات خودم رو در مورد پازیتیو مایند ذهن مثبت فکر مثبت و مثبت اندیشی منتشر بکنم در کامنت ها بنویسید که دوست دارید در این موضوع بشنوید از زبان آیدین نامدار یا نه و اصلا دوست دارید چه صحبت هایی در این ویدیو من بکنم ولی حقیقت از این قرار هست دوستان ما هر چقدر که داریم روی اعتماد به نفسمون به واسطه قانون های یک تا چهار کار میکنیم اما اعتماد به نفسمون رو از مسیر منفی نگری داریم خدشدار میکنیم انگار داریم روی ترید میل میدومی انگار داریم درجا میزنیم از یه دست میگیریم از یه دست پس میدیم انگار چجوری اعتماد به نفس رو من هر روز دارم بهتر میکنم بعد فکر میکنم در یک جهانی دارم زندگی میکنم که نمیتونم توش موفق بشه این جهان داره من رو اذیت میکنه نمیشه رشد کرد نمیشه جلو رفت منفی نگاه میکنم احساس بدشانسی شانسی میکنم و هزار و یک چیز دیگه خب معلومه دیگه هی میرم جلو میام عقب میرم جلو میام و اینجوری است که نمیشه در دایره اعتماد به نفس باقی ماند پس قانون شماره پنج ما چی هست قانون شماره پنج ما میگه که مثبت کلیده کلید ماندن در اعتماد به نفس است یعنی برای اینکه اون اعتماد به نفسی که ساختیم رو قدرتمند و مستحکم حفظ بکنیم باید مثبت باشیم یک دوستی در کامنت ها پیشنهاد دادن که آقا به آخر ویدیو رسیدی یک مرور روی کل ویدیو داشته باش بسیار پیشنهاد جذابی هست من خیلی خلاصه بار تمام نکاتی که در این ویدیو با شما مطرح کردم رو به این ترتیب برمیگردم و مرور میکنم پنج قانون شکست ناپذیر اعتماد به نفس قانون شماره یکمون هر وضعیتی از اعتماد به نفس رو میشه بهبود داد و میشه بالاتر رفت اجازه بدید این رو بیارم اینجا قانون شماره دو اعتماد به نفس با تمرین بهبود پیدا میکنه صرفا فکر کردن نیست تمرین های عملی داره که قرار شد برید ویدیوش رو هم ببینید نگاهمون به خودمون بهتر است و بهتر نه مهمتر از نگاه دیگران هست و این خبر خوبی هست مسئولیت پذیری میکنیم نگاهمون رو بهبود میدیم و نتایج بهتر میگیریم همه انسان ها حتی شما دوست من توانایی ها و هایی داریم که میتونیم اعتماد به نفسمون رو بر بستر اونها سوار بکنیم و در نهایت اگر مثبت باشیم در مدار اعتماد به نفس باقی خواهیم ماند ممنون دوستان گرامی تا اینجا با من همراه بودید www1 لینک در دیسکریپشن هست برید ثبت نام کنید پروفایلتون رو تشکیل بدید لینک کورس آنلاین اعتماد به نفس رو هم میذارم براتون instagram.com یک پله بالاتر لینکش رو هم اینجا میذارم و در نهایت یوتیوب یک بله بالاتر اگر تا الان سابسکرایب نکردید یه دکمه سابسکرایب یه دکمه زنگوله رو بزنید تا در ادامه مسیر در یک پله بالاتر کنار همدیگر باشیم کلی آرزوی خوب براتون دارم اینجا من خدافیزی میکنم یوتیوب به شما دو تا ویدیوی دیگر رو هم پیشنهاد میده مسیرتون در یک پله بالاتر رو با من آیدین نامدار ادامه بدید با کلی آرزوی خوب از شما میخوام که همیشه هر جا در هر موقعیتی و در هر موضوعی به یک پله بالاتر فکر بکنید تا درود بعدی در پناه حق بدرود خدا نگهدار